ببینید با این پروس بکنیم دیگه. ببینید این فلام کوخن، فلام کوخن، بعد ببینید فلام کوخن لاکس، لاکس فلام کوخن لاکس که اصلا مثل پیتزاست ولی پیتزا نیست، خیلی نازکه. ببینید برامون انقدر مواد غذایی عالی و خوب از فود شیرینگ اومد که اصلا ما 100 یورو برامون دیبا هدیه کرده بود برای رستوران امروز. ما گفتیم که رستوران نمیریم دیگه، این همه غذاها هدر نره، که بعد گفت خب باشه، گفت منم موافقه اینم، منم موافقه اینم، خیلی خوشم اومد و این خیلی عالی شد. خب بریز، به به به، شیر بریزم توی کافت، شیر بریز توی کافه من، ما هم شیر بریزم تو کافه شما. شما خودت شما میخوای بریزیم؟ آره میدونی چرا؟ چون کافت چیز دیده بشه. بچه این از کجاست؟ این اینو فریباه دیگه، از فریباست. بعد ببینید اینم مال من، اینجوری مال این، اینجوری اینجوری. اوی شیر چیه؟ شیر حفه، شیر جو. شیر جو، خب سلامتی. به سلامتی دیگه، به سلامتی خودمون هممون. آره خودمون. بچه امروز آخرین روز صبحانه ما در این زندگی درمانی بسیار بسیار پربار و عالی از همه جنبه. خب ما این با اون سبزه، او با این سبزه ببرید ببینیم چی چی میشه. من برای شما ببرم. بله خب، هر کدوم حالا من میگم یکشو نگه داریم برای اول، یکشو بخوریم، اول یکشو بخوریم. آره یکی رو بذاریم، البته تیکه‌هاشو میتونیم بعدم من بچسبونیم. آره آه باشه، اون یکی رو بذار برای آندره، اینجا میذارم که آره اومدیم اول پوز بدیم، آوردیم گذاشتیم. آره بذار اینجا، بذار اینجا، نمیذارم. آره آره چون که میخوایم چیزای دیگه ای هم بخوریم. اون زو خیلی عالی همرنگ اینه. خب من این خرش خرشو میدم این برای او. نه 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 رو بذار اول نشون بدم. نونمونم اینجوری، امروز میخواییم یه ذره کلن هیدرات و بعد با چی؟ با خامه، با چیزه، با بوراتا، بوراتای ممه دار. آره خیلی جالبه بچه، من تا حالا مثل موتزارلا میمونه، منتها بیرونش یه لایه مثل موتزارلا، توش خام است. بچه این خیلی جالبه، اینو بذار اول اینو بخوریم، وقتی اینو خواستیم ببریم با این چیز، اینو به من بگو من ببرم، این وریا مال من، اون وریا مال تو. من خب. گل علی خوشگلمون که وای امروز خیلی خوبه، خیلی خوبه دیگه، مثل خود سامبو. علیه دیگه دیگه خب. اوباتستا داریم، اوباتستا بیار، اوباتستا بچه بگم بهتون اوباتستا چیه. اوباتستا پنیر فتا رو، نه پنیر فتا نیست، پنیر چرب، یه پنیر چرب رو با کره، با پاپریکا، پودر پاپریکا، اینا رو با هم قاطی میکنن و میشه این. من البته توش چیزم داره، اینا چیه؟ پیازچه؟ پیازچه روش نمیشته بود شنیتلاخ و بعد بازیل بکن، بعدش انواع کرویتر و گیاهان رو میتونم بریزم توش داره. نارنجی هستیم نارنجی، ولی اوباتستا مخصوص مونیخ، بایرنه، بای اوباتسا، اوباتستا. اگه اون اسلواکی لیوانا رو یاد گرفتیم، این اوباتسا رو، این هم که چی بود؟ بوراتا. بوراتا این ایتالیاییه، این فرانسویه، این ایتالیاییه، این فرانسویه، اون بایرنی آلمانیه.
دیگه چی داریم؟ تند. آره خیلی این تو... اصولا تند نیست ولی این مدلش تنده. خب من اینو بخورم. اوه الان آنزه میاد. اوه خوبه؟ خیلی خوبه. خلاصه 100 یورو هم موند برای من. رستوران، غذاهای عالی، چه غذاهایی داریم الان. تازه دیبا سفارش داد چی؟ چلو فروشیه. گفت زیبا قبل از اینکه بره براش میدم سفارش میدم بیارن دم در، آدرس ما رو میده بهش. شیرینی اسپانیایی فکر میکنم که نخوردی خوده. من نخوردم. پس ما رفته بودیم دم ایزاد پیکنیک، بعد دیدیم که یکی این دستشو داره میخوره اینا، برای دوستم جالب بود و پرسیدیم که رفتیم ازشون پرسیدیم که اینا این چیه میخورین شما؟ گفت مال لکماست چلو، خیلی خوبه حتما امتحان کنین. بعد امروز دیبا زنگ زد گفت من میخوام براتون سفارش بدم از لکما چلو بیارن براتون. زیبا اینم امتحان کنه. البته من تو لایو دیده بودم که امتحان کردی قبلا با شهرزاد. با شهرزاد و اونه همسرش. آره اون چیزه شبیه بامی. حالا بذار بیاد شبیه بامی هست. ببینیم که خورده میانه شبیه بامی. اینجا دو لبت. خب پس این الان بچه ها لاکس شد با خیلی نازکه. من بفکر کنم مثل پیتزا هست. ولی خب فلام کوخن خیلی نازکه دیگه. من یه دوستی داشتم، این هر وقت هتل میمد هتلش دو نفره بود. خب بعد میگفت بیا با من صبحانه بخور. من هر روز که نمیتونستم برم، ولی تا موقعی که اون توی یه ماه تابستون میمد یه ماه زمستون میمد، گفته بودم هر وقت تو اومدی من در هفته یه بار یا دو بار سعی میکنم بیام، چون فرو صبحانش خیلی خوب، ولی چون وقت میگرفت. خب خیلی میرفتیم اونجا فقط لاکس میخورد دیگه. گرون ترینش به خاطر لاکس سالا بگو سالمونه دیگه، ماهی سالمون. دو تا پیام ببینیم. زیبا من از این دختر خوشم میاد، چیکار کنم باش آشنا بشم؟ خب آشنا شدی دیگه. به هم پیام بده هر تو دوست داری. بهش پیام بده، پیجش همه جا هست. تو اینستاگرام میتونی پیام بدی، تو تلگرام میتونی پیام بدی. بیای اصلا پیش. امروز دیروز یه نفر گفت میخوام بیام پیش. چه جاله آنجی کاما کامی یا ایش لایف. دیروز یه خانومی از ایران گفتش که ایران بود گفت من بیام مونیخ میتونم بیام پیش تو. آها خب میره میاد دیگه، اون از ماست که بیاد. من اینجوری بایدمش دیگه. خب سلکا. آها میگه چی؟ اگه نوشته بود پس رو شنیدیم دوست پسرت از دست تو خودکشی کرده، تو قاتلی. Hi. Hello. Hello. Our hippie. Yeah. خودت. Are you hippie? Hippie. آه خیلی خوبه. ای وای چی بود؟ هیچی نیست. خودت میگه من. کی من خیلی سلام خیلی بچه هم میگن تو هیپیت. هیپیه یه؟ میدونی که خواننده های چی بودم؟ چیه؟
توی باکس هیپی میذاری آندریا، توی باکس ما جان نمیشیم. آها اه آره باکسشون بزرگه. ما باکسمون خیلی بزرگه. باشه سوت سوت کافی خیلی کافی شبیه خواننده الکس. الکس خواننده تو کی شبیه خواننده الکسه؟ چیست؟ آندره؟ برم پیدا کنم ببینم که یکی از بچه ها تو ایران عکس شوهرش رو برم فرستاد که ببین چقدر شوهر منم شبیه شوهر ایران. آره راست برای منم ببین اینو باز کنیم ببینیم بچه ها اینو ببینیم چجوریه. خیلی جالب. من تا حالا نخوردم. خب عرهی ببینیم. آره دیگه با چی میبارم؟ بگو اونی که با این خیلی حساس و ظریفه. من گفته عرهی بذار عرهی باز عرهی بخور. تو اینو نگه میخوام بچه ها ببینم دون بشم نگه داری. خیلی جالبه. برو تا ته دیگه یه رو چقدر خوب بازش کن توش خام است. خیلی خوب. من اینو میخوام این آخرش اینو بدم به تو. بدم میخوام از این خامه مامان آنتو the bread is burnt maybe. Is the box? Yes, can you please bring it out? I think it's burnt. It's okay. It's okay. It's burnt. It's okay. باشه بشه نگم فکر کنم نون توی کانتکت گریم میگه که no, it's okay. It's a reality. This is reality. It's okay. It's good. It's not very good. خوبه. اگه میمد okay. نه خیلی خوبه خیلی خوبه. من اینجوری دوست دارم. این خیلی خوبه. خب اینا رو بذاریم. من تیکه های دیگه شم. خب اینو مربای فریبا مربا میخوای؟ مارمالاد این گلشیران کس یا مارمالاد فریباز مارمالاد Brauchst du keinen Löffel oder geht das so? Moment. Hast du ja keinen Löffel? Ich suche. Komm, musst du so... Setz dich, komm. Wo ist das Flammkuchen? So, komm. Ich hab gefunden. Hast du gefunden, sehr gut. Assal haben wir. Und was macht ihr mit dem? Haben wir viel zu tun. همین بیار زوفی زورتی از اون بیا آوردی بیا نشون بده از اینم از اونم بیا آره اونم بیا نشون بده نمیشه راست دکه آنجای تم مست دستم مست دست اوکی من واسه راست تو باش آنجا این بکگراند یس بگو تعریف کن. خب این آگاون سیرپه یعنی شربت آگاون این گیاهه شربت اینه که ما به جای عسل استفاده میکنیم برای اینکه به رژیم کتو میخوره برای اینکه قندش حالا نمیدونم کمتره یا کمتر جذب میشه گیاهی که هست چی؟ اونم کلاسیک شکرم گیاهیه نه وگان چیزه نه دیگه نه ما وگان نیست چی؟ اصل از زنبور مشه سنه نه ایش باز نیش
یازه اصلا تو میخواد بیاد توی لایف اصلا مگه ازم دید که من خیلی گندم گفتن شما همون نمیدید دیشب همون بود قبل از اینکه بخوابه نه دیروز همون بود من هست تو که دوشت؟ گسته گسته نخت ۱۳۰ ساعت ۱۰۰ از رقص اومد مستقیم دوشت کرد ابا بس است گبت اس فلیس این فراغه آها سوالی دارید بچه ها بپرسید الان میخواد جواب بده یه سوالی اوه زیگود زیگود سه تا سوال بکنید بچه ها سه تا سوال کنید جواب بدید منم بخورم یک هفته پریسا بغلش کن این فراغ ایست بغلش اوه بیایید حالا یکی نمیگه که یکی دیگه میگه که اندر فراغ ایست کوسه اندر فراغ چند بار سکس دارید؟ سکس؟ واسه سکس؟ وی فیل هاپن زی سکس یه دیت ساید ون زی مشته یه سویسو ابا مایستنس اینمال وان تایم ا دی یوزولی بات سامتایم اف ایتس ویکند تن ایت کن اوزو بی فری تایمز ا دی سو سامتایمز بات یوزولی ایس وان تایم نه بگو هرچی دو سیمی وان تایم ا دی یوزولی میگه که معمولا یک روز در معمولا یک بار در روز و بعضی وقتا هم سه بار در روز about Putin or something? No in der Woche? نه در am Tag در هفته نه در روز دیگه سوالی دارید بپرسید؟ Like really? really? Why جدی؟ آره. همه میگن سه بار در روز یا هفته در روز. حالا دیگه تمام جوابشون سوال بعدی برو. سوال بعدی. Because it's for free. It is the one of the best things. Sex, yes. It's because it's for free. You can get anything. You don't need anything. For, yeah, so for dance you need to go and dress and no to pay for the space. You need to wear socks. You need to wear socks. You need to wear socks. You need to cook. But in imagine it again. And for sex you just need to undress it so good. Very enjoyable, very bad. ولی برای سکس باید فقط لباساتو در بیاری پول نمیخواد بدی. Yes, I know. And the funny thing is, everyone of the people who are watching it, they all also have sex, most of them. But maybe not every day, but. میگه همه کسی هم که دارن رو میبینن سکس دارن دیگه. Yes, it's so. Yes, normal. It's normal. It's just we eat every day. Yeah. You should also have everyday sex like now. Okay, sex life is not. Life is so funny, man. It's not so bad. Should sex life be more? But for money? خب دیگه سوالی. No questions. میگه واسه همینه لاغرین خب. That's why you are very thin. Because you, I have activated this field. Dance. چرا لایک میزنه آنزای؟ سوال خوبیه. نه؟ حالا یه سوال خوبی که نمیدن. No question. Why you have nagel lock? Ah, it was just to remember 10 friends. This was 10 different friends painted it, and this just for remembering this and this. Also, it's very good if you make this. You can have double. You can feel the body and you see the nails.
So it's double pleasure. Also not only here, can also be other parts of the body. خب میگه که میگه برای اینکه دوستام 10 تا دوست مختلف برای من ناخونامو لایک میزنن و من اینا یادم میمونه، هر دفعه که نگاه میکنم یاد دوستام میافتم و همینطور وقتی که دارم پریسا نوازش میکنم اینا رو میبینم، هم نوازش میکنم هم اینا رو میبینم. خلاصه برای این خیلی برای این لایک میزن. But most doesn't also need to be Paris, it can also be somebody else, of course. میتونم کسی دیگه یا نوازش کنم. خیلی خوب. But when I go, sometimes when I go to meetings, I also need to put them off. It's like this, you know. When I go to print, when I have to a meeting, business meeting, میگه وقتی که میرم بیزنس میتینگ، میرم جلسه کاری، اینا رو پاک میکنم. دیوونه هستن. They are crazy. Yes, when I go. دیوا از فرصت است. خب. I go then. Hands. Okay, three questions is enough. Enough. Well, there was no question. There was, es gab keine Frage, glaube ich, oder? Nee, wie viel Sex haben Sie? Das war die einzige Frage. Yeah. Ist okay. Wie viel Sex haben Sie? Das war eine gute Frage, auch die wichtigste, glaube ich. Wichtigste. Wie geht es Ihnen mit dem Teil? Sorry schon mal bitte. Mit dem Teil soll ich schon mal bitte, ich habe die Antwort. Andre laughed. اونو پیدا کردم. آره پیداش کردم. میخوای به جای این بزنش. هر دوتاشون خوبه. آره. شما زن و شوهر هستین یا دوست پسر فرق نمی کنه دیگه، ما عاشق همیم تا مثلا امروز با همیم، ببینیم فردا هم هستیم یا نه. آزادم هستم. این آزاده، اونم آزاد. به من هم اون چاییه از اون باید چایی بریز مبک دسته چید اون باتسوما بود چی بود کیزه با اوباتستا اوباتستا رم بدیم اوباتستا بخونم اتا یکم هم اوباتستا بخونم این میدونی این چای سفیده وایسته میت روزن بلوتن با گل سرخ. چای سفید با گل سرخ. این چقدر جالب بود. خیلی جالب بود. اینا گرونن نه؟ چنده؟ 3-4 روی دو دو خوده ای سه. فکر میکنم. من تاله نهیده بودم. بستگی داره بیو باشه. این که ما چیزه توی... واسه همینه من چیزای فود شیلینگ رو دوست دارم. چون این... یه چیزای جدید میاره. اصلا من خودم مثلا این لکس بچه این هم خواستم بهتون نشون بدم که بیوه همینی بود که ما الان داریم میخوریم. خب بعد با همین خیلی جالبه بیو هم هست. هر کدوم هم بودیم چند قیمتش قیمتش رو میتونیم سرچ کنیم ببینیم. سرچ کنیم آره. ولی با این چیز این به این نازکی اینا فکر نکنم کمتر از 3 گرم باشه. بیشتره؟ حتما. من باز مثل اون چیز که ما رفتم برای انگشتره برای انگشتره اونجوری گفتم برای چیز لیوانا گفتم 10 یورو میشه بابا لیوانای سوارس کنی. من حدثم اینه که 5 یورو هست حتی این 5 یورو نه این لاک بابا لاکس خودش لاکس خودش خیلی گرونه. بعد بیام با هاشم یه چیز درست کنم گرون میشه. آره خب در میاریم ببینیم چی داریم بخوریم با این. خیلی خوبه. من از پول شیره یا این چیزایی که یک بچه هم که میرفتن تافل و اینا من چند تافل هم میرفتم ولی فقط برای دوستان که بردم اینا که از ایران میمدن یا از جای مختلف میمدن تافل به سلود سرخ مربوطه،
به کلیسا، زیر نظر کلیساست. فود شیرین زیر نظر افراد ارگانیزیشن مردمیه، مردمیه که افرادی که تحصیل کرده هستن و اوی اوی نیفته. نمیخوام که تو بیافت. خیلی خوش آمد. خیلی اصلا خیلی چیزا من اینجا یاد گرفتم، چقدر بیبا اطلاعات داره. بچه ها دیشب بلند شدیم چون گفتیم چمدون داد به من، همون چمدونی که من به این داده بودم، پر کرده بودم، آورده بودم، الان اون چمدون رو داد به من که من پر کنم ببرم. چله، ما تازه فهمیدیم این دختر چقدر قرتی بوده و چه چیزایی و تو نمیدونم کجا تو ایتالیا چه لباسایی. حالا هی با دیبا حرف نه، دیبا هم که اطلاعات این چنینیش فول دیگه، فول. چیا گفت؟ چه چیزایی یه زن از اینا بگیم به بچه ها یاد بگیرم اگه یادم باشه بعد گوشیمو بیارم. اسم یک زالاندو چی بود؟ زالاندو نه یه چیزی به هر حال اولا یه اپی هست به اسم وینتد که اونجا میتونه آدم وسایلش اونایی که گرون نمیشناسه چیزای مارکو، مثلا چیزایی که حالا مثلا 3000 یورو یا مثلا حالا 200 یورو هر چقدر اینایی که قیمتایی گفت که میخوای، یعنی مینیمم 20 تا 30 یورو الان دست دوشو میخوای بدی مثلا میارزه، اینا رو توی وینتد بذار به هم گفت. بعد بقیه اونایی که کم تر میارزه رو بذار توی زالاندو سیل، نه زالاندو نمیدونم چی بعد نگاه کنم که اونا بهش مثلا مارکو میدی، سایزو میدی، بهت قیمت میده که چقدر خودشون ازت میخرن. گفت پول پستش هم خودشون میدن، بهت یه بارکود میدن که میزنی روی بستت و میفرستی براشون و اونا این پولو بهت حالت گودشاین میدن که ازشون خرید کنی. گودشاین واچر. بعد خیلی گفت من نزدیک 7000 یورو از همین چیزایی که یه سری وسایلی داره که میگه هر چقدر حتی کهنه هم بشه نمیدونم قیمتش بالا میره و خیلی اطلاعات داشت دیگه. به این یه سری چیزایی گفت همینطوری. خیلی جالب، خیلی جالب بود. من خیلی جالب بود. آره گفت مثلا این حرفش این بود که گفت فرضا چیزی میخوای بخری جدید، چیزی مثلا میخوای اونه که خیلی پول بدی بخری، اون کلاسیک بخر، چون که اینا هی قیمتشون میره بالا، ولی اون چیزی که مثلا مد الانه بخری قیمتش دیگه اصلا قیمت نداره، یکم مدش بگذاری از سایت ورش دارن دیگه قیمت نداره، ولی اونایی که کلاسیکن حتی قیمتش بالا میده. خیلی برام جالب بود، من نمیدونستم. خلاصه شنبه که میای اصلا وقتی که گفت دفعه دیگه که میای عوض شده، ولی واقعا پول اطلاعات در رابطه با مسائل زندگی خیلی جالب، خیلی خوش آمد. کلا یه مجموعه خیلی خوبی. حالا برگردیم اگر به این مسافرت نگاه کنیم که حالا من خودم خواهم، دستاورد این مسافرت مثلا برای تو چه چیزایی بود اگه این زندگی درمانی بخوایی چند تا رو بگی؟ دیدن آدمای جدید، یعنی مثلا فریبا رو من میشناختم ولی خونش نرفته بودم. اونم نیومده بود خونه. اونم نیومده بود. ما همدیگر رو بیرون دیده بودیم همش، یعنی 3-4 بار همدیگر رو دیدیم ولی همیشه بیرون از خونه همدیگر رو دیده بودیم. و چقدر فرق کرد وقتی که تو خونه های هم همدیگر رو دیدیم. این نکته بود که من بهت گفتم و گرفتی، گفتم هر کی رو که دیدی در رابطه با چیزم این پیشنهاد رو دادی، دیبا که زنگ زد آفرین درشه دیگه. تا دیبا گفت بریم بیرون همدیگر رو ببینیم، برای من واضح بود که یا خونه ما همدیگر رو ببینیم یا خونه اون، وگرنه این اتفاق آشنایی عمیق‌تر صورت نمیگیره. این که فقط حرف آدم بزنه راجع به خودش با این که آدم حس کنه فضای اون خونه رو. آفرین آفرین آفرین.
که تو چه محیطی زندگی میکنی، اینم خودتی دیگه. ارتباط دیگه چه چیزی بخوای بگیم؟ اشپیتزاش. اشپیتزاش؟ چی میخندی؟ انگار میدونی چیه؟ عشقت علی. عشقت دیروز به علی میگه، عشقت پریسا به من الان میگه عشقت علی. واقعا علی برای من یک شریک جول. بابا صبح بلنش آندره اینجوری میکنه. اولین باری که من بچه هامبورگ بودم از چیز پرسم آندره میخوای که علی رو ببینی؟ گفت نه. گفت نه. حالا صبح اول بلند شده میگم گوتن مورگن نمیدونم فرم وان کامت علی. کی علی میاد؟ گفتم بابا میاد دیگه. من به علی میگه که علی بیا شب چیز کن. از اونجا از سر کشیک بیا. اینا میگن که خب من، اون میگه من صبح زود کشیکم تموم میشه، هفت صبح شما خوابی؟ میگه نه تو بیا ما بهت کلید میدی. بهش میگیم تو بیا اینجا استراحت کن. گفته شاق من برم استراحت کنم بعدش بیام. نمی تو اصلا فقط بیا اینجا دیگه، دیگه تا زیبا هست حداقل تا زیبا هست که دیگه نه فکر کنم دیگه اون شده چیز اینجوری که اینجوری. من مگه برای من میگه این آندری میاد اون میگه بعد هر روزم اونم کرم داره. میدونه آندره کیک کتوب درست میکنه با رژیم آندره، با شکر رژیمی و بدون روغن. بعد اونم هی هر دفعه کیک درست میکنه با طعمای مختلف میاره. آندره هم انقدر دوست داره، خلاصه این دنبال این که اینو به اون بده، اون دنبال اون که اینو بگیره. نه فقط هم کیک نیست، ولی واقعا همینم. ببین اون احساسه که کیک رو درست میکنه دیگه، که من مثلا اون کاری اون چیزی که این دوست داره رو همه اینو من خوردم. بعدش این واقعا ارتباط با علی دیبا واقعا یه شاهکار بود، یه خیلی جالب. اصلا هر کدوم فریبا، اینقدر فریبا رو دوست داریم که الان بهش گفتم فریبا پاشو یه مقدارم از اون نایلونایی که استفاده شده است تو خونت، من تو گوشه خونت دیده بودم، یه گوشه خونش دیده بودم، این نایلون جدید باز نکنه برای آشغالش اینا، از همونو برداره بیه، از همونایی که تو داری، یا مثلا میخوایم یه چیزی رو ببندیم، یه چیزی رو بذاریم، نمیدونم فلان و اینا، از نایلونای دست دوم استفاده. بعد زنگ زده فریبا داری میای اینجا، لایلون دست اون گوشه اتاق نمیدونم مونده. اینا یعنی صمیمیت، اینا یعنی واقعا یه خونه شدن. خیلی خوبه، خیلی خیلی واقعا خیلی جا این چیزا تو خیلی جالب بود برام. ببین مثلا این که خونه کسی آدم وای میسته تا دعوت بشه دیگه، زیبا وای نمیسته تا دعوت شه، میگه بیام خونت. الان بیام. علیم اونجا وایسته مسخره کنه، دیدی اینجوری اول میاد میگه بله فلان، بابا یه دفعه میگه منو میبره خونم. بعد تئاتر دیگه، تئاتر. بعد چیز خیلی جالب بود، کلوپ بوستان که رفتیم. خیلی تا حالا نرفته بودم مجامع ایرانی. چند ساله؟ 8 سال اینجا بودیم. من 8 سال اینجام تا حالا. گفتم یکی از مهمترین مسائلی که هست ما ارتباط ما با کساییه که ما اینجا مثلا بهشون احساس نزدیکی بیشتری بکنیم. رفتیم تو اونجا، واقعا چقدر تو رو دوست داشتن. آره. اصلا شده بود اونجا دیگه محور، مرکز، همه به این نگاه میکنن، سوال میکردن. من آخه تو هم بحث فودشیرینگ رو گفتی، برای همه جالب بود، گفتن که چقدر جالب، به ما هم بگو چطوریه دیگه، اطلاعاتش رو واسه شون فرستاد. بچه ها دیبا با تمام این لاکچری بازیش، با تمام این حالا دیگه خودتون میرم، میگفتش که من مواد غذایی نمیدازم بیرون، مواد غذایی برای ما. حتی گفتش که من برم جای رستورانی 200 یورو هم پول غذام باشه بدم، اگه یک کمش هم مونده باشه با خودم میارم که اینا چون دور میریزن دیگه. آره. بعد گفتم آفرین آفرین، یعنی به برکت اعتقاد داشت دیگه. آره به برکت، به این که
مثلا به مواد غذایی. این خیلی خوبه، خیلی خوبه. و اینکه مثلا خیلی خوشم اومد از این جنبه. هر کدوم از بچه ها واقعا بچه این آره چای بریزن دیگه. در مورد خود منم به رابطه من و آندره، ما البته بچه اینجوری نبود، دوبارم با هم دیگه چیز دوبار با هم تقریبا تا مرز دعوا رفتیم. پیزر میخواییم اونو بیاریم جلو که بالا بیشتر این چیز باشه، چون مواد غذایی منم حالا آره این چیز که خودمون به تصویر آره هم هستیم هم بالا دیده. بعد خیلی اون گهن تو، یعنی اون گهن کنار اومدن تو با خشم، با بروز خشم، با ناراحتی فرد. اصلا یه بار که من احساس کردم، دو بار گفتم احساس کردم که الان این تمام میخواد که من اصلا اینجا نباشم. بعد که من برگشتم بهش گفتم که تو حتی یک لحظه هم به این مسئله فکر نکن که شبه، نمیدونم من غریبم، من نمیدونم فلانم، بهما. هر لحظه هر احساسی داری بگو، حتی راحت احساس تو بگو که من میخوام از اینجا بری. بعد که هیچ وقت البته این حرفو نزد، ولی من این حس رو میکردم که یه فاصله رو از من یعنی میخواد، ولی این با فاصله رو ایجاد کردن طوری که بدون حس مالکیت، اینکه اینجا چون مال منه تو برو، من این فاصله رو میخوام، این کاریه که من فقط خودم دیدم، هیچ کسی رو ندیدم. مثلا بگه من با خیلی ها دعوا کردم، با خیلی ها مسئله پیش اومده، اما اینکه بهشون بگم از اینجا برو چون اینجا مال منه، امکان نداره. میدونی؟ چون مثلا گفتم که خب ما به نیاز به فاصله داریم، ما باید الان یه امکانی رو ایجاد بکنیم که این فاصله هم ایجاد بشه. خب وقتی طرف مثلا اینجا کسی رو نداره، برای همین همیشه این افراد رو هم با کسای مختلفی آشنا میکردم. مثلا اون موقع که یه دفعه گفته بود، هدا گفته بود نمیخوام ببینم، نمیخوام، از این چیخ میخواست بکشه مثلا یه همچه حالتی. بعد حالا احمد مدافع او شده بود، هدا من اصلا راز دارم، کوفت. اول توی هر چی تو بخوای، اینجا تا هر لحظه که بخوای، زیبا بخوای بری برو. خوشم میمد، میدونی؟ یعنی این که مثلا منم گفتم آره من میرم، یا در رابطه با خیلی کسایی که بود این امکان که ایجاد بشه که طرف احساس بکنه اگر ما یه نیازی به فاصله هم داریم، یه همچین داریم، ولی این بنیان زندگیش، یعنی آسیب بهش نمیخوره، بلکه این فاصله با اون فرد ایجاد میشه، نه اینکه اینجا مالی منه برو گم شو، برو از این خونه بیرون. اینو هیچ وقت نمیگم. و اینو من این دو بار این احساسو درباره تو کردم، به تو عنوان کردم، گفتم اینو بگو، ولی خب نفی نکردی که یه همچی چیزی وجود نداره، ولی برگشتی گفتی که من این چی، گفتی من این کارو نمیکنم که مثلا برگردم بگم تو اصلا آپشن من، اصلا جز گزینه های من نیستم چنین چیزی که بگم تو برو. بعد یه بارم که خیلی عصبانی شدم و اینا، بعد دیگه قشنگ دیروز بود و اینا که قشنگ گفت من میرم، رفت اون اتاق و یه ساعتی برای خودش بود و بعد دیگه حالا چه چیزایی بود و من با ناتالی و آندره صحبت کردم، حرف زدم. اتفاقا آندره چقدر خیلی خوش آمد، نیومد دنباله عزیزم چی شده فلان شده نم، برگشت گفت خوب کاری کردی، تو حستو بیان کردی، خیلی خوشم اومد. ناتالی هم برگشت گفتش که بعد گفتم ناتالی تو هم حالا چیزه 20% هم تو تأثیر داشتی، میمی که صورت تأثیر داشت در این خشم من. بعد این رو که بعد اونم خیلی بود، گفت من تمام اون چیزایی که تو گفتی رو شنیدم، اون چیزیش که به خود من برگرده که احساس کنم میتونم استفاده کنم و ببینم حقیقت داره در رابطه با خودم، میگیرم اونای دیگر رو میگم نظر توه. خیلی خوشم اومد، خیلی خوشم اومد. بعد اینم این که قشنگ برای تو گذاشتم که بری اونجا برای خودت کارتو بکنی فلان،
تقریبا نیم ساعت دیگه که اومده بود اینجا، زیبا چی میخوای فلان، بم انگار نه قیافه گرفته بود نه فلان، ای تو به من اینو گفتی اونجا، اصلا چیکار داری این برنامه یعنی چیزی که خودم این آرزوی خودمه تو روابط، آقا تو در حرف میزنی فلان میکنی، بعد طرف میبینی تا چند روز تو لاکه، چرا تو سه هفته پیش یه حرفی رو زدی، سه هفته پیش، دو هفته پیش یه حرفی رو زدی، من ناراحتم. بعضی اصلا یه دفعه میبینی چندین ساله، اه چی شده، چه خبره، چه مسئله. نه ما رفته بودیم مهمونی، به من گفتش که این چه هدیه‌ای که آوردی، اه یا یه نگاهی کرد اینجوری که میدونی، خیلی جالبه. مشاوره دیبا هم خیلی خوب بود، مشاوره بعدی وقتی که من 100 یوروی امروز رو که گفتیم، که گفتیم خب 100 یورو برای رستوران داده بودی دیگه، بعدم آخ موقع اینجوری که عدد بر در نمیاری سیبا، میخوام ببرم ات رستوران، اگه بگی رستوران آنچنانی که مال مونیخ فلانه بهمانه، یه دونه حرفم نمیتونی بزنی، یه کارم نمیتونی بکنی، اینا نمیخوام، اونا نمیخوام، اونا ما گفتیم که باشه دیگه، ما اینه اومدیم اینجا، گفتیم که اوکی، دوشنبه ساعت فلان، ما دوشنبهمون که دیروز بود که قرار بود اینجوری بشه که خب حالا برنامه‌ش یه پیشی مسئله پیش اومد و اینا، که اتفاقا استفاده از همه مشاوره من گفتیش خیلی تیزه، خیلی تیزه. دیدی امروز هم دو سه تا نکته رو که گفت، گفتم ای چه جالب واقعا. بعد هیچی دیگه، امروز برگشتم گفتم که شما، ما دیروز که نتونستیم بریم، خواستیم بریم علی یه مسئله پیش اومد، فریبا پیش اومد، ولی خوشبختانه برگشت، اول فریبا رو دوست نداشت، بعد گفتش که نه فریبا بیاد. منم گفتم دیبا ما یه نقشه کشته بودیم، گفته بودم فریبا ما رفتیم رستوران، تو از اون بر بیا اونجا مهمان مایی، مهمان رو نه. بعد گفت نه فریبا هم بیاد. علی هم اول گفته بود من با بر تو کار ندارم، علی ملی نیکوخد. بعد گفتیم که خب، بعد رفته تو کانال دیده من علی چقدر خوبه، علی چقدر پسر خوبیه، که علی 50 تا داره، از 50 تا پولی که داره 30 تاشو میده به زیبا، بعد پیام داد که چقدر علی پسر خوبیه، گفت علی هم بیاد تو رستوران. خب علی هم اومد، اولا آندره برشی رفتی با یک کسی، تو به خوشدلی رفتی با این ازدواج کرد، من برات یه شوهر خوب پیدا میکنم. اینم برگشت گفت، فکر کرده میگه که نه، گفت من آندره رو دوست دارم، من شوهر خوبم پیدا کنم، گفت شوهر خوب پیدا میکنم برای همه خرج بکن، گفت همه خرج بکنم، هرچی هم بخواد خرج بکنم. اینم گفتش اشکال نداره، ما با هم استفاده میکنیم، منو با آندره استفاده میکنیم. خب بیاد. این اومد گفت با آندره، هم که آندره گفتش که میخواد برای من شوهر پیدا کنه، اوه چه خوب، چه خوب، یه دونه کمه، 5-6 تا پیدا کنه. آندره هم دقیقاً حرف منو زد، گفتم منم همینو گفتم، چقدر خوب همه رو پیدا کنیم بیاید. هیچی دیگه، آندره رو اومد دیروز که اومد که هم 100 یورو رو بده، بعدش هم 100 یورو رو داد، اینم یه لباسوی، اینو بگو، من همش فکر کردم مثلا من به این چه لباسوی دادم. نه لباسوی تو هم خیلی دوست دارم، من اون من لباسایی که تو من داری واسه فستیوال اینا میپوشم کیف آره. میکنم، میگه که من لباسای شیکان پیکانی که اونجوری داشتم اون موقع بود، ما اون موقعی بود که لات نشده بودم، آره مال قبل از زمان لاتی بود، گفتم همه اینجوری میپوشتم اونجوری میپوشیدم فلان. الان مارک های ایتالیایی و مارک نمیدونم از نیویورک و نمیدونم اینجوری چیزا. خب من هم میلان زندگی میکردم، میلان پایتخت فشن دنیاست دیگه، بعد اونجا اصلا نمیتونی که اصلا از این قضیه در بری، انقدر که همه جیکول پیکولن. آها تو جا جا چیز کن، اینو میخوام پین کنم که آره دیگه، من دیگه اصلا
وارد میشه آدم به. بعد من خودم خب دوست دارم دیگه، استایل داشتن رو دوست دارم. بعدم تو فکر کن معماری بخونی و مثلا کلا جو معماری ها همه خب خیلی شیک و پیکن. بعدم اصلا همه چی دوستایی که باهاشون هستی اون مدلی هن. ولی الان سبک زندگی من میرقصم، میرم خیلی خیلی لوکاتر شده، آزادتر، لباساش همش لباسای گشاده شده، لباسام اینی که الان زیبا پوشیده XS ولی اوورسایزه. XS اوورس یعنی اینکه کسی که سایزش خیلی کوچیکه اینو میپوشه تو تنش گریه میکنه. آها یاد گرفتم. آره. لباس های من الان این مدلی شده، مثلا اون لباسایی که خیلی این دیگه نمیبینید این مال امروزه فقط. خب بگو ادامه. آره اون لباسایی که خیلی تنگ و نمیدونم برای آفیس و خیلی شیک و پیک و ایناست، کلاسیک و اینا رو دیگه من خیلی وقته که نمیپوشم. اینا رو دیدیم دیشب. اونم چیه؟ چیز و مارکا همش یا کس؟ یا چی دیگه؟ نگو مامانم مامانش میگه مامانه. مامانم گفته که از کلمات نامتعارف استفاده نکن. گفتم بریم به شرکت اون بگیم. ببین لباس کس نپوشید. نگو پنیر کیوی هم نخورید. مامان اینا اسم مارکشه. مارکشه بابا. در حاجب مارک لباس صورت پنیر صورت. اینقدر بامزه اومده گفت. به من خوندم گفتن وقت کسایی که نام متعارف استفاده میکنن اونا رو بلاک کن. هریسا من اینا رو خوندم که کسایی نگه گفتن که کسایی که از کلمات نام متعارف. چقدر من جمال. خیلی ماهی. مامانم خودش همیشه مثلا میگفتش که میگفت من بچه مثبتم. همینجوری خیلی ماهی. خلاصه نکات جالبی بود تو برخوردات، خیلی خوشم من. راهله بهش یه هدیه خیلی قشنگی داد، عالی. منم گفتم هدیه مالی بده، اون خود هدیه مالی بده. بعدش اینم سریع گفتش که نصفشو میدم به آنجلا. گفت مال خودت دیگه. آنجلا هم چرا خوشحال شد. بعد تو آرخی اونو برای من واسه پنیر فلفلی تو هست. اوی 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 اون چیه؟ آرخته جهدتی. خلاصه بعدش مرسی از راهله که انقدر گفت. من ها اینو مخواستم بگم، راهله گفت من موقعی که پریسا هامبورگ بود انقدر دوستش نداشتم، اصلا خوشم نمیمد. ولی اصلا اینجا اصلا منیج کردنش، مدیریتش، چجوری برخورد کردنش، کاراش. بعد گفت تو اون راست میگه، وقتی حتی آدم یه کار رو مثلا فرمالیته انجام میده مشخص میشه. آره. ولی یه کسی که با جان و دل میخواد یه کار رو انجام بده خیلی فرق میکنه. نه راجب موهای من رو که اینجوری درست کرد، موهاشو برش خواستم صاف کنم با دقت، اون چیزی که راهل میخواستم. برای علی هم یه هدیه داده، حالا اگه عدالت خور در نه میاد الان اول یه ساعت عدالت خور در میاره. خیلی بامزه عدای زیبا در میاره. ویدیوهایی که زیبا خودش میگیره سرش اینجوری میکنه حرف میزنه. میگه الان میره اینجوری میکنه اینو میگه. میگه راه چیز سم پریسا رفتم به زیبا با اون عشق و علاقه خودم بهش یه شعر نوشتم، پاکت رو گذاشتم رفتم تو اتاق بدم بوده اینجوری که نرسی برو. بودم همین بودم ای چیه بایزم بودم این رو بردم. بیا بیا برگر بشه کنم ناراحت نشدی؟ گفت نه میشناسمش. وای خیلی خوب علی، یه مجموعه شدیم
یه مجموعه جالب. واقعا من احساس خانواده بودن میکنم با تو، با علی، با فریبا. علی دیروز اومده تا همتای میکنه، میخواستی کالابوریت کنیم. آها. گفت فریبا هم کالابوریت کنیم. قشنگ خانواده شده. میبینم که فریبا کن نه ها میخواییم بخواییم فریبا کن. اصلا یه دفعه میگم فریبا کن. آنزای صفا میشه علی کو. یعنی همچین چیزی. خب ببین همین اینش پیتزای چیزا دیگه، قله این ارتباطمونه که تو احساس کنی که خانواده داری اینجا. آره حالا الان از اینجا به بعد میخواه بره خونه بهار. بهارم لباس های اینو دیده، اونم متخصص فشن در دکترای فشن اونجوری کرده. گفتیم کدوم رو میخواه؟ همه رو کنار بذارید برای من. بابا زیبا اومد تازه گفت میدونم نمیخواد بگی همه مال من. بابا اینا ایکس ایکس اسمال هم تو کجا این... همه رو بذار کنه. خلاصه ما رو منم اولویتم این بود که این لباس های خوب و اول به کسی که دوستشون دارم هدیه بدم و بعد در مرحله بعد اونایی که بقیه که موند رو بذاریم برای حالا اینکه بخوایم. اوه چقدر رفته بذاریم توی... من ندیدم حواست. بذاریم توی سایت و اینا که بخوان وردارن. میگه میخنده دکترای فشن نمیدونه که چیزه. دکترای فشن داریم. آره دیگه فشن چیزه دیگه مود دیزاینره دیگه فشن. اتفاقا امروز باش حرف میزدیم گفت یه جا رفتم همه سالونی که از این مودا و فلان اینا کارش هم توی طرحایی هم که میده یه لباس دوخت 2000 یورو، یه لباس دوخت برای نینا با وجودی که انقدر نینا رو دوست داشت و اینها به هر حال فکر کنم نزدیک 1000 یورو شد. ولی یه کت بود خودش میدوزه طرح میده بعد... اصلا هر چیزی که دست دوز میشه یه حد دیگه برو بالا. بعد این توی چیزه سوسک و حشرات و دیزاینش اینا همش با این چیزاست، چیزای عجیب غریبی. آره. بعدش دیگه به علی هم قول سوسک داده. علی اومده سوسک من کو، اینم میگه سوسک چیه سوسک تا به این توضیح بده. بابا پریسا سوسک درست میکنه روی لباس، نمیدونی چقدر خاصه فلا. حالا من خیلی دوستام عکسشو ببینم، هنوزم ندیدم ولی علی هی میگه سوسک. برو پریچه امروز برو، اونم خیلی تو رو دوست داره. این خیلی با خیلی خوب از آدمای راحت خیلی خوشم میاد. بهار از این آدم. بعد با بچه های خیلی خوب، یعنی الان روابطی که با بچه های پیدا کردی خیلی عالیه دیگه. قبل از این زندگی درمانی خیلی ها رو نمیشناخت و یه رابطه یا حتی مثلا دورا دور میشناخت مثلا یه شناخت داره، ولی الان توی این رابطه ها یه روابط خیلی خاص پیش اومده. خب همکار چرا مامانت نمیاد پیشت؟ سوال خوبی. بذارید اول وسایلشو بفروشه، وسایلشو بخره، وسایلش بخره. ببین مامانم اون موقعی که یعنی یه موقعی مثلا ما اساس کشی داشتیم، یه موقعی اونا اساس کشی داشتن، خلاصه یه چیزایی بود که هی نمیشد. 2 سال ازدواج کردن، هم 2 سال 8 ساله که با هم دیگه رابطه بودن، 2 ساله که به این نتیجه رسیدن که ازدواج هم که به نتیجه ازدواج نرسیدیم. ما همین که از نظر قانونی کاری بکنن که مثلا به هر حال تو جامعه، وگرنه ازدواج چیز نداری. این هم نبود زیبا. چی بود؟ اصلا ما علت ازدواجمون ما نمیخواستیم. ما الان 7 سال ما 7 سال با همیم و خانواده هستیم. آره. ولی چون کاغذ که خانواده نمیکنه آدمو. بعد اینکه رو کاغذ بیاد علت اصلش این بود که من بعد از اینکه دکترامو گرفتم خب دیگه دانشجو نبودم، بعدم میخواستم استراحت کنم دیگه، نه کار داشتم نه درس دیگه،
بهم گفتن که دیگه ویزاتو برای چی تمدید کنیم، شما تشریف ببرید ایران. بعد مثلا تومون گفتم که یعنی چی، من الان مثلا واقعا توانایی کار کردن ندارم، من خستم، من بعد سر. گفتن که نه با چیزه فقط یا کار، همین کار. بعد من با وکیل اینا صحبت کردم که من چیکار باید بکنم الان. گفتش که خب، گفتم ازدواج و اینا هم، گفت آره میشه دیگه. گفتم ازدواج، اصلا به آندری نگفتم ازدواج، چون واسه ما ازدواج چیز نبود. میدونم. به خواهر آندری گفتم میگن ازدواج کن، گفت بیا با من ازدواج. گفت فرنسا میدونی اینجا خانما میتونن با هم ازدواج کنن، بیا با من ازدواج کن که این قضیه تمدید ویزای تو درست بشه تا بعدن که رفتی سر کار. گفتم چه با تو ازدواج کنم، خب میرم با آندری ازدواج میکنم. بعد دیگه وقتی که ناتاشا مطرح کرد که من بیا با آندری به پریسا، گفتم که اینطوری میدونم که تو اهل ازدواج نیستی. بعد آندری گفت چرا تو، خب تو این کار بکنی، من خودم میکنم. دیگه این شد که یه هفته ای ما زنگ زدیمش تندرست آندرو، یه هفته ای گفتیم که اولین وقت تو بده، اولین وقت رو داد. و دیگه اون روز ما اصلا گفتیم هیچکی هم نیاد، ما خودمون بریم امضا کنیم، بر اصلا هم چیز نیست دیگه، واسه مدارکه. ولی مامان آندره و خواهر آندره گفتن ما میایم اونجا، حتما ما باید باشیم و جشن بگیریم و فلا اینا. گفتیم خب اینا که میان پس بذار دوستامون هم بگیم. آقا شد یه عروسی، از صبح تا شب شد یه عروسی، ولی دیگه به اینجا نرسید که مثلا مامان اینا ویزا بگیرن بیان، دیگه این کارا رو نکردیم دیگه. هم موقع رفتم یه دونه پیرن از زارا گرفتم، یه پیرن سفید و پوشیدم، حتی ما حلقه نداشتیم. رفتیم توی شندست آن اینطوری کنیم حلقه نداریم. بعد دختر آندری آنا گفت من میرم الان واسه تون حلقه درست میکنم. رفت برگ چید، با برگ حلقه درست کرد. انگشترامون حلقه همون دختر آندری ما حلقه هم نداریم، یعنی اون حلقه ها الان خشک شده، نگرشون داشتیم. چه جاله. خلاصه یک عروسی این مدلی و اینجوری شد که ما عروسی کردیم. واسه هیچی نبود، واسه قانونی نبود. آفرین، خوبه. یعنی اصلا فکر نکردید بشه، تو پیش اومد. پیش اومد. ببین اصلا ما دلیلی واسه ازدواج نداشتیم. این قضیه این که اعصاب من خود شده بود سر این قضیه، آندره گفت خب الان دلیل داریم پریسا. گفت الان اگه این قرار باشه تو رو به یه آرامشی نسبی الان برسونه، ما این کارو میکنیم. ولی هیچ دلیل دیگه نداره، چون ما همینطوری که خود آندری گفت ما دوست داریم ما هر سال عروسی بگیریم. آیا هر سال تصمیم بگیریم ما میخوایم باز با هم زندگی کنیم؟ ما دلمون میخواد ما اگه الان میخواستیم ازدواج کنیم با هم ازدواج میکردیم؟ اگه آره ادامه بدیم، نه به خاطر اون کاغذه. برای همین نمیخواستم پای بندی که زیبا میگه واقعا درسته. چرا با دستای خودم پای خودم ببندم؟ ببین چرا بچه ها دوست دارم. بچه اینجا زیر شیروانی، حالا که یکی فکر میکنن زیر شیروانی خونه قشنگی نیست. اتفاقا اولین بارم که من اومدم خونه ما، اصلا خونه هاوس بالاش اینجا اینجوری درست میکنن دیگه. بعد خونه فریبان طبقه بالاش چیز بود، اینجوری میشه دیگه، همه خونه ها طبقه بالاشون در حقیقه اینجوری میشه دیگه، تو بالاتن. اتفاقا ما خیلی داخل دوست داریم، خیلی اصلا کسی بالای ما نیست که بخواد مثلا صدای پاهاش بیاد وقتی راه میره، یا مثلا سر و صدای میز و نمیدونم چینا. پایینی ها اذیت میشن، ما اذیت نمیشه. بعد تو چیز گفتی که ما روی گفتم ما از اول که این خونه رو گرفتیم گفتیم خونمون over the clouds. گفتیم ما خونمون بالای ابر است و این 6 طبقه رو با عشق میمدیم بدیم بالای ابر. واقعا هم قشنگ. منم ببین اصلا همیشه از اومدن این 6 طبقه، با وجودی که بعضی موقع، یعنی بعضی موقع که معمولا وسطاش، یه بار اینجوری چیز نشد، یه بار نشد، ولی یه پازی دادم، یه پاز کوچولویی دادم.
بعد ولی حس خوبی میده. آره. حس خوبی میده. من خودم هم اولین بار که اومدم اینجا خواهرم به من اون اتاق شده اینقدر حس قشنگ، بعد لاوندل، گل لاوندل، رنگ اینم بود لاوندل، همون استرخورد استرخودوس. آره بعدش اونو قشنگ لاوندل ها اینجوری گذاشته بود روی میز و بعد یه تخت اینجوری. من اینجا هم خوابیدم دیگه، یه شبم اتاق تو خوابیدم، اونجا خوابیدم یه شب بود. کلن در کل خیلی خوب بود. من بعد چی؟ ما اول فکر می‌کردم دیبا بیاد اینجا مثلا بگه که مثلا این گفت خونه ما خیلی مثل چیز نیست و مثلا لاکچری پاکچری نیست، ما خیلی زندگیمون خیلی ساده است و اینا. اومد گفت وای چقدر فضای خوبی، چقدر من میام اینجا، من میام اینجا. واقعا روابط خیلی خوبی بود، زندگی درمانی بسیار عالی بود، بسیار پربار از همه جنبه، هم از نظر خوشیهاش، هم از نظر خشماش، هم از نظر ناراحتیاش، هم از همه چیزاش. انگار به جا بود همه چی و سازنده. اون رقصی که چیز روز فرداش داشتیم، جوی آف کانکشن، بعد این بوستا، همون شب که اومدی رفتیم جوی آف کانکشن، رسیدی رفتیم جوی آف کانکشن، همون شب، همون شب. بعدش دیگه این لباس هم ماله اینه، واقعا دوست داشتنیه، دوست داشتنی، حق داره که هم مامانت انقدر دوستت داشت باشم، بچه ها همین که آندری. خب بچه ها با هم بریم تا بعد، مرسی، بریم، امروز خیلی کار داریم تا من برم برسم ببینیم تو قطار تو ترن که هدیه رفتنم اومدنم هدیهش از طرف محمود، رفتنم هدیهش از طرف علی. ویش